سلام و شامتان بخیر. به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: احتمال نهایی شدن توافق میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا چند روز دیگر. عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، میگوید که هر دو طرف درباره خروج کامل نیروهای خارجی در 15 تا 24 ماه و نیز تضمین برای جلوگیری از فعالیت‌های هراس‌افگنانه به توافق کامل دست یافتند. یک جنرال بازنشسته آمریکایی نیز به رسانه‌های این کشور گفته آمریکا پذیرفته است تا نیروهایش را تا 15 ماه دیگر از افغانستان بیرون سازد. سفیر پیشین طالبان در پاکستان می افزاید که گفتگوهای میان افغانان یک هفته پس از امضای این توافق آغاز خواهد شد. کچیری هم بیپدی بندی کوشش کهی چه داری یا پیزیکی و وجود استخباراتی پا افغانستان که پاتکیز یا وست وای چه دبای پاتسی روست درگی چه دیر طالبان سر و کاملون و طول توافق کردی و دا په دې معنا چې امریکا د خبرو څخه شاته ځي او زه په دې عقیده نه یم چې دوی دې شاته ولاړ شي. این مقام پیشین طالبان اما وجود اختلاف ها را در میان این گروه میپذیرد. پیشرفت های دور نهم گفتگوها در دوحه تا حال چی بوده و آیا به زودی این توافق امضا خواهد شد؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای امیر رامین، رئیس همکاری های منطقه وزارت امور خارجه، و آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین بحث میکنه. مهمانان به بس بسیار خوش آمدین. آقای رامین، مذاکرات دیروز پس از چاشت آغاز شد، امروز به دلیل رخصتی جمعه متوقف است و امشب از سر گرفته میشه. چه میدانن از پیشرفت ها در دوحه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما جناب سعیدی صاحب، بیننده های محترم تلویزیون و این برنامه. خب مذاکراتی که در دوحه جریان داره و این دور نهم طبیعتا ادامه دور گذشته است و هدف نهایی این دورامی است که اگر جانب امریکا بتانه هم متوافق را که زیر بحث با پاکستانی ها داره در یک چند روز آینده ختم بکنه. و ما فکر میکنم که انوزم ایجاب میکنه یک مقدار ما با این موضوع محتاطانه برخورد بکنیم، چون تا زمانی که این توافق نهایی نشده، یعنی اینجا لازم است که جانب احتیاط در نظر بگیریم که ممکن است آیا به زودی توافقنامه به امضا میرسه یا نه. من شما شک دارین که به زودی به امضا برسه؟ خب تجربه ای که ما در سالهای گذشته در مذاکرات مثل ای داشتیم ای بوده که همیشه وقتی پیشرفت ها تا دقیقه 90 پیشرفته، ولی در آخر دیدیم کار شده که یک مقدار پیشرفت تحت شعاع قرار داده. خب نقاط اختلافی مهم فکر میکنین میان طرف ها هنوز کدام هست؟ من فکر میکنم که نقاط اختلافی مهمی که بوده تا یک حد زیاد را حل شده، هنوز هم نگرانی هایی را که تو جانب دارن، بحث ای که چگونه تضمین را طالبان میخواه را بکنه به خاطر ای که باز از افغانستان گروپ های متعدد تروریستی استفاده نکنن. البته موضوع خروج جدول زمانی است که این جدول زمانی خب طبیعی است که اونا هم متوقعات خود جانب طالبان هم دارن، ولی خوب است که در این زمینه اونا وضاحت بیشتر بدن. سپاسگزار. آقای سعیدی، آیا مانع کلان بر سر توافق میان آمریکا و طالب وجود داره و شما فکر میکنین که تا چند روز آینده ای حل شود و امضا شود؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای رامین، شما و بیننده سلام عرض دارم. همونطور که در بین نظام افغانستان، در بین مردم افغانستان به خاطر مذاکره و تفاهم با گروه طالبان یک اجماع ملی وجود نداره، همونطور در بین گروه طالبان هم اجماع همه فراگیر وجود نداره و همچنین در بین مقامات امریکا از کنگرس گرفته تا نظامیان و تا آقای ترامپ وجود نداره. سیاست های رو که امریکا به روزا روی دست داره یک ذره زاگزیکی و فصلی و موسومی هست به خاطر انتخابات. باور می است که با همه تلاش ها، همونطور که طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان است، این مذاکرات هم از 9 ماه گذشت خیلی طولانی ترین است. باور می است که اگر ضمانتی از طریق شورای امنیت از کشورهای منطقه وجود نداشته باشه، قراردادی یا تفاهم نامه ای که بین آقای خلیزاد و بین ملا برادر به امضا برسه،
هیچ نوع ضمانتی وجود نداره که نشکنه و تخطی نشه، چون تا هنوز ضمانتی تضمینی بین المللی وجود نداره. حرف دیگر اینجا بسیار افته است که تا هنوز جناب آقای خلیلزاد بس کردن که امریکایی‌ها بیرون شه، طالبان ضمانت بده که افغانستان میدان القاعده و گروه های توریستی نشه، هم میگم. اما تا هنوز جناب آقای خلیلزاد و دولت افغانستان بس نکرده که در حدود 10,000 اتباع خارجی که در بین طالبان تا 10-15 سال جنگیدن، سرنوشت از اینا چی میشه؟ اینا به کجا میرن؟ اینها اکثری از تاجیکستان، ازبکستان، از عربستان سعودی، قطر و غیره شما میدونین. هیچ نوع ضمانتی وجود نداره که سرنوشت از اینا چی میشه. بنان اگر پای شورای امنیت روسیه، چین و بالاخره کشورهای منطقه پای از اینا داخل شه و اینا ضمانت کنن که این تفاهم نامه بین امریکا و طالبان نمیشکنه، کسی تخطی نمیکنه، بله. همونطور که اجماع بین ما نیست، بین طالبان روی هم نیست. موارد دیگه که گفتین صحبت میکنیم روی همین اجماع که در میان طالبان میگه نیست، اگر شما متمرکز شوین اختلاف ها در میان طالبان فکر میکنین چقدر جدی است؟ ببینین عبدالمنان نیازی با رهبری که داره مخالف است. یک تعداد گروه طالبان با این شیوه صلح را تسلیمی حساب میکنن. شما میفهمین که طالبان تنها منود و مربوط به قطر نیستن، به دوه نیستن. طالبان ایرانی وجود داره، طالبان پاکستانی وجود داره، طالبان کشورهای دیگه وجود داره. بنابراین هر کس با کشوری که در روابط است، او کشور هم دیدگاه خود داره. این وضعیت خیلی شکننده. و حرف دیگه که خدمت شما میگم، اگر فرض بکنیم که بین آقای خلیلزاد و اونا ضمانت امضا شد، قرارداد امضا شد، بعدن باید مذاکرات بین الافغانی شروع شه. من به عقیده هستم که این مذاکرات بین الافغانی هم که شروع شه، اگر شما صحبت های جناب رئیس جمهور شب شنیده باشین، وقتی که مذاکرات بین افغانی شروع میشه باز به بنبست میره. طالب انتخابات نمیخواد، طالب نمیخواد، حکومت افغانستان انتخابات میخواد، خود هوکی به وجود نمیآید. یعنی خیلی پیچیده است و پرده در ابهام است که من باور ندارم به زودی ثمر بده. بله. اگر فشرده تر اشاره بکنین آقای سعیدی، یک بحث اختلافات است که در گذشته وجود داشته، بحث انشاب در طالبان، ولی اختلافات تازه چی است؟ مثلا رسانه‌های پاکستانی گزارش کردند که ملا برادر با خروج در 14 ماه موافقت کرده، ولی دیگه اعضای رهبری طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی در 9 ماه هستند. این اختلافات چی است؟ اول حالا گروه همین آقای استانکزی و یک تعداد ملا برادر اتهام میبندن که پوپلزه است، به یک نحوی روابط داره با افغانستان، پاکستان هم به این خاطری رو بندی کرده بود. از طرف دیگه چند روز پیش برادر ملا هیبت الله کشته شد، شما میفهمید، در کویته بچهش و یک تعداد کسای دیگه و مسئولیتش منان نیازی و یک تعداد کسا قبول کردن. اونا به یه عقیده هستند که منان نیازی به دولت افغانستان رابطه داره. این هم پیچیدگی‌های خود داره. بسیار تشکر. آقای رامین، ملا عبدالسلام ضعیف میگه که یک هفته پس از امضای این توافق بین امریکا و طالب قرار است که مذاکرات میان افغانان آغاز شود. آمادگی به این مذاکرات در این طرف چی است؟ برای مذاکرات بین الافغانی همیشه حکومت افغانستان و فراتر از او دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی لازم را همیشه داشته. شما در جریان هستین که در گذشته هم وقتی فرصت های مساعد شده تا مذاکرات مستقیم بین الافغانی بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره، حکومت افغانستان با تمام آمادگی ظاهر شده. حالا مو آمادگی لازم وجود داره، ولی ترجیح ما ای است که بگذاریم ما به مرحله مذاکرات بین الافغانی برسیم. وقتی که وقت رسیدیم، ما بسیار به سادگی میتونیم که همو تیمی که ساخته شده و حتی اگر نیاز باشه افراد دیگه که همو تجارب و تخصص لازمه داشته باشند در این تیم اضافه شوند، اونا معرفی شوند. ولی من فکر میکنم که تا زمانی که مذاکرات آغاز نشده، چون وقتی که در گذشته یک مرور مختصر بکنیم، از 2014 به بعد، زمانی که مذاکرات مری بر اولین بار شروع شد تا امروز را، ما در قسمت آغاز گفتگوهای بین الافغانی عقبگردهای داشتیم. ولی من فکر میکنم که خوب است تا این مذاکرات به صورت مشخص شروع شد، ما تعهد واضح و مشخص از جانب طالبان بگیریم، بعد برویم به طرف این مذاکرات. بله، ولی آقای غنی دیشب در مصاحبه با تولنیوز گفت که البته بعد از وقفه این سوال را شما خواهیم پرسید، ادامه فراخبر پس از وقفه.
به ادامه فراخبر خوش آمدید. آقای رامین، همین حرف را آقای غنی هم دیشب در گفتگو با تلو نیوز گفت. آیا همین توجیه مناسب است؟ رئیس جمهور میگه که برای جلوگیری از تکرار فاجعه ابوظبی ما نمیخواهیم که فهرست را پیش از شروع رسمی مذاکرات اعلام بکنیم. همین یعنی چی؟ چرا؟ خب ما فکر میکنیم که مهمی است که ما مذاکرات را شروع بکنیم و مهمتر از اوی است که ما یک تعهد مشخص از جانب طالبان داشته باشیم که آماده هستند برای اینکه مذاکرات را شروع بکنند با حکومت افغانستان. وقتی ما این تعهد را گرفتیم، بحث تیم و اعلان کردن اعضای تیم یک مسئله است که به نظر ما خیلی دشوار نیست. اگر او نیاز به این باشه که باز مشورت های صورت بگیره تا هم حد اکثر اجماع را ما در قسمت او ایجاد بکنیم، حکومت افغانستان در این زمینه تعهد کامل داره و من فکر میکنم که در این فرصت ما اگر منتظر باشیم تا او تعهد مشخص را از جانب طالبان به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی بشنویم بسیار خوب. خب ظاهرا چنین میشه اگر آمریکا و طالب توافق امضا بکنن، مذاکرات یک هفته پس از او آغاز میشه، یعنی یک بازه زمانی بسیار طولانی نیست و شما ماجرای نپذیرفتن فرستای قبلی از سوی سیاسیون را هم شاهد بودن. ما فکر میکنم که یک بار اگر مذاکرات بین الافغانی شروع شود، هر افغانی که نظام جمهوری اسلامی افغانستان برش مهم باشه و تعهد را به ارزش هایی که ما در 12-20 سال گذشته به او رسیدیم و داریم میرسیم، اگر در این مذاکرات شرکت بکنند، بدون شک که اونا از منافع اساسی و اصلی جمهوری اسلامی افغانستان دفاع خواهد کرد. اما در قسمتی که مذاکرات یک مسئله تخصصی است و واقعا یک تیم مشخص باید تعیین شود، او تعهد وجود داشته، کاری هم در این زمینه صورت گرفته، ولی بگذارید ما یک بار بشنویم این تعهد را به صورت علنی، چون در گذشته ما قبلا هم گفتم که متاسفانه ما مشکلات را داشتیم، به خاطر که ما از این مشکلات و از او چالش هایی که داشتیم جلوگیری بکنیم، بگذارین یک بار ما او تعهد را مشخصا بشنویم و ببینیم، بعد اقدام بکنیم به اینکه ما تیم را معرفی. تشکر آقای سیدی. چرا نباید فهرست همگانی شود؟ استدلال آقای غنی موجه بود و همطور حرفای آقای رامین. آقای غنی حرف دیگه ای داشت. در دوره اول اگر فکر شما باشه، پیش از هیئت 250 نفری، هیئت 12-15 نفری آقای غنی ری کرد. وقتی که اونا به دوه رفتن، طالبا حتی در همون هتل عبا برزیدن که ما به اونا مذاکر تحت ریاست آقای ریمی. هدف آقای غنی بود که هیئت ما رفت، اونا رو به هتل هم نماندن، یعنی هدفش اوتو بود. حالا به هیئتی را که دولت میخواه به مذاکره تعیین کنه، باید این هیئت، هدف ما از تعدادی زیاد نیست، یعنی باید فراگیر باشه و افغان شمول باشه، یعنی احزاب سیاسی، شخصیت‌های مطرح سیاسی مورد پذیرش باشه. اگر هیئت یک طرفه باشه، هیئتی را تنها حکومت تعیین کرده باشه، من باور دارم که با اعتراض اپوزیسیون، با اعتراض احزاب سیاسی مواجه میشه. بنابراین وقتی که هیئت از یک پشتیبانه ملی برخوردار نباشه، در مذاکرات کمی ضعیف، بلکه ضعیف که بلکه ضعیف است. حالا در قلب اول پیش از اینکه ما اگر طالبان بپذیرن ما را در مذاکره و ما به مذاکره بریم، من بسیار علاقه دارم، بسیار دوستانه پیشنهاد میکنم که نظام ما، حکومت ما اول بین خود آشتی کنن، بعدا با ملت آشتی کنن، بعد از یک روحیه، یک اجماع به وجود آید تا ما با یک دست و قوتی ملی برویم. اگر ما بین خود متفرق باشیم، تفاهمی نداشته باشیم، حیاتی که بره هر کلام ما علیش اعتراض کنیم، خود بکن شکنندگی ما نشان میتونه نتایجش منفی خواهد. خب پرسش مشخص همی است که چرا نباید همگانی شود در شرایطی که احتمالی که مورد پذیرش طرف های سیاسی هم قرار نگیره بالاست؟ باوری می است که تا هنوز حکومت در رس آقای غنی به این نتیجه به تفاهم نرسیدن که هیئتی را که ما تعیین میکنیم همه شمول است و مورد پذیرش هم است. پیش از پیش شما شنیدین که بعدا بعضی از احزاب اعلان کردن که اگر این هیئت باشه ما نمیپذیریم، اگر این باشه ما قبول نداریم. بنابراین معلوم میشه که حکومت افغانستان در رس رئیس جمهور تا حالا به نتیجه همه شمول حداقل بالای 50 شمول نرسیده. بله تشکر. خیر امین، در همین مرحله حساس پاکستان چگونه عمل میکنه؟ امروز اطلاعات در مورد قرار گرفتن نام این کشور در فهرست پیگیری های سریع یک بخشی از FATF که گروه آسیا پاسیفیک FATF است منتشر شد. پاکستان در روند صلح حالا چگونه عمل میکنه؟ خب در گذشته هم این موضوع از طرف حکومت و رهبری جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده که ما در این جنگ تا هنوز 4 طرف اصلی داریم، وجودی که من با سیدی موافق هستم که طرف های دیگه هم داریم، ولی 4 طرف اصلی حکومت افغانستان است، طالبان است، ایالات متحده آمریکا و پاکستان است.
بدون شک پاکستان در قسمت حمایت از یک روند صلح کو واقعا منتج به یک توافق شد و منتج همچنان به ختم جنگ و خونریزی در افغانستان شد، یک نقش بیتانه بسیار مهم بازی بکنه و ما امیدوار هستیم که تعهدات را که در گذشته کرده و تعهدات را که به صورت دو جانبه با ما انجام داده و همچنان تعهدات را که با ایالات متحده آمریکا به خاطر حمایت از روند صلح کرده به او پاکستان عملی بکنه. ولی این امیدواری است، چگونه عمل میکنه؟ خب عملش را باز هم برمیگردم به موضوعی که جناب سیدی صاحب گفتن که ما در قسمتی که این توافق نامه واقعا عملی شد و منتج شد به ختم جنگ و خونریزی یا خشونت، ما ضمانت هایی را بگیریم که او ضمانت ها بتونه هر کدام از طرف ها را به شمول پاکستان تشویق بکنه و تا وادار به این بکنه که به تعهداتشان عملی بکنه. از کی، چگونه، کی بگیره ضمانت؟ در مرحله اول بسیار مهم است که ما عملا ببینیم که وقتی که توافق اولیه ابتدایی صورت میگیره، این توافق چقدر کمک میکنه به این که میزان خشونت ها در افغانستان پایین بیاید و در نهایتش ما به یک آتش بس دائمی برسیم. برای ما میزان یا واقعا ابزاری که بتانیم این پیروزی مذاکرات را و توافق نهایی را و نقش پاکستان را در این ارزیابی بکنیم بستگی کامل به پایین شدن سطح خشونت ها داره و در نهایتش آتش بس. اگر ما پایین شدن سطح خشونت ها را در پیشرفت مذاکرات و بعدنم گفتگوی بین الافغانی نبینیم، معنایش این است که متاسفانه این پروسه هم ما را به متوقعات را که داریم نمیرسد. آقای سیدی، باور شما چی از با وجود مسئله کشمیر و اقدامات تازه بخش از FATF حالا پاکستان چگونه عمل میکنه؟ متاسفانه شما میبینید که هر وقت که پاکستان از طرف هند تحت فشار قرار میگیره بانه تراشی میکنه به طرف افغانستان، از یک طرف کنر راکت میزنه، میخواه اذهانی جامعه جهانی امریکا و اروپا رو به این طرف سوق بده و از طرف دیگه بسیار صریحا من میخواهم عرض کنم واضح، اگر هندستان احساس کنه که مذاکراتی که بین الافغانی آغاز میشه و طالبا به پروسه صلح میبندن، این مذاکره از الف تا یا به دستور پاکستان است، به نفع پاکستان است، به هیچ صورت هند تحملش نداره چون پاکستان حریف سیاسیش است. من زیادتر از خطر جنگ بین هند و پاکستان میترسم، اما جنگ تماما عیار نه، جنگ های چریکی خواهد بود. من به یقیده استم که شما از درست طرف، ما افغان ها متاسفانه یک عادت داریم، هرچی که پاکستان ما رو راکت میزنه ما محکوم میکنیم، راکت میزنه ما محکوم میکنیم، نه به شورای امنیت ملل متحد شکایت میکنیم، نه حداقل شورای امنیت دفتر مشاور امنیت ما حداقل ارتشای نظامی را میخواهد یک اسناد و دلیلی را برشان نشان بده که پاکستان در امور ما مداخله میکنه. ما میگیم محکوم میکنیم، آقای صدیقی سخنگوی رئیس جمهور محکوم میکنه، سخنگوی وزارت دفاع محکوم، این محکوم چی به درد میخوره؟ پس به غیره میترست که به غیره می راکتایی را که در این روزا پاکستان میزنه، من امیدوارم که رامین جانم منیس نماینده وزارت خارجه بشنوه، زمین صاف میکنه برای توریستا، یعنی در مناطق مردم کنر که سکون دارن، سکونت دارن، راکت میزنه تا مردم مجبور شن مناطق تخلیه کنن. وقتی که مردم مناطق، من امروز معلومات دارم، مردم که مناطق تخلیه کرد تروریسم و داعش جا به جا میکنه پاکستان در این روزا فراوان، فقط راکت میزنه مردم فرار میکنه، مردمی فرار کرد با جا به جایش توریست ها را میبرد. خب پاکستان هنوز صادق نیست. بله. پس چقدر میتونه بران یک مانع جدی هنوز بر سر رای روند حساب شود؟ پاکستان تا هنوز مجازات نشده، یعنی پاکستان هنوز صلحی را در افغانستان میخواهد که در دراز مدت منافع پاکستان ضمانت کنه. وقتی صلحی را پاکستان میخواهد که امریکا کمک های نظامی و اقتصادی خود پاکستان آغاز کنه، بانک جهانی IMF پس کمک‌ها خود پاکستان شروع کنه، پاکستان از لست خاکستری برای تا این کارها به سر رسه فاصله زیاد است. بله، تشکر. خوی رامین، آیا حتی با قیمت پیشرفت در روند سال انتخابات نباید به تأخیر بره؟ آنچه که آقای غنی میگه تأکید روی این مسئله. ما فکر میکنم که بحث ما نبایدی باشه که سال و یا انتخابات، بحث ما بایدی باشه، اگر من نقل قول بکنم از نماینده سیاست خارجی اروپا خانم مغرینی، که ما سال را با قاطعیت باید پیش ببریم که گویا مذاکرات انتخابات نیست و انتخابات را با جدیت و قاطعیت پیش ببریم که گویا سال نیست. ما
من فکر میکنم که دو بحث را ما باید از همدیگه جدا بسازیم. مسئله انتخابات یک مسئله کاملا مهم است، بستگی به تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان داره که ما همه هر شهروند افغانستان حامی او است و هیچ کس با او مخالفت نداره، و بحث صلح با قاطعیت و جدیت پیش ببریم، به خاطر که مسئله صلح یک مسئله مهم است. ما ایجاب میکنه که به خشونت که هر روز جان انسان های بیگناه را در افغانستان میگیره خاتمه ببخشه. خب حالا همین گناه هست، هر دو پیش میره، ولی اگر توافق همی باشه که یا یک شرط طالب این باشه که انتخابات به تاخیر بره، این طرف چه باید بکنه؟ این بحثی که انتخابات به تاخیر بره، ای البته در یک مرحله باید صورت میگرفت و بگیره که ما یک مقدار پیشرفت و وضاحت داشته باشیم. وضاحت داری که طالبا چی میخواهند. ادعایی که ظاهرا امروز طالبا دارن این است که اونا با حضور نیروهای خارجی مخالفت دارن و جنگشان را به مو اساس توجیه کردن. در صورتی که توافق ابتدایی بین آمریکا و طالبا صورت بگیره که دیگه ای حضور قرار است با یک زمانبندی مشخص پایان بیابه، من فکر میکنم که توجیه به خاطر جنگ دیگه طالبان ندارن، پس لازم نیست که باز هم جنگشان در برابر مردم افغانستان ادامه بدن. بنابراین من فکر میکنم که از جانب طالبان باید وضاحت داده شود که اونا چی میخواین، و من فکر میکنم که ما یک آینده نامطمئن را به ارتباط مذاکرات نباید رب بتیم به مسئله تقسیم اوقات انتخاب. بسیار تشکر. خوی سیدی، چرا نباید با هر نوع پیشرفت در روند سال انتخابات به تاخیر بره؟ اگر ما بفهمیم که انتخابات سرتاسری است، همگی است، فراگیر است، بسیار خوب است که ما انتخابات اصل دموکراسی است. اما شرایط عینی و زمینی جامعه، جنگ، مخالفت طالبان و ایرانی افغانستان نشان میده که در انتخابات حداقل که بسیار ما تلاش کنیم حد اکثر 1.5 میلیون یا 2 میلیون نفر اشتراک خواهد کرد. اگر این را بین 10 کاندید ما تقسیم کنیم، هر نفر 500,000 میرسه. جناب آقای غنی میگه که بعد از انتخابات حکومت قوی میآید. اگر رئیس جمهوری با 500,000 یا فرض میکنیم به 1 میلیون رای بیاید، نه استحکام مردمی داره، نه پایه ملی داره. بنان اگر ما بفهمید که انتخابات بعد از این انتخابات، با انتخابات که سل نباشه، ما به طرف بحران میریم. بسیار تشکر. آقای رامین، با توجه به آن چی که جریان دارد، چند گام تا سل فاصله است فکر میکنین؟ خب با توجه به تجربه که من شخصا در بعضی از مذاکرات با کشورهای منطقه به ارتباط سل داشتیم، بسیار مشکل است که ما بگیم ما با چند گام با رسیدن به یک توافق سل فاصله داریم. و اگر این کار را بکنیم با یک اطمینان که واقع بینانه نباشه ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که کار خوب نخواهد بود. ولی ما در حکومت، بیرون از حکومت، نیروهای سیاسی، تمام مردم افغانستان باید تلاش خود را بکنیم که به یک صلح دوامدار. تشکر. تشکر. در حد 10 ثانیه همین پرسش، چند گام فاصله دار؟ من خیلی میکنم اگر ما به یک اجماع ملی نرسیم، امریکا به یک اجماع ملی نرسه، کشورهای منطقه به طالبان نرسن، ما گام ها فاصله داریم. بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه، آقای امیر رامین رئیس همکاری منطقه وزارت امور خارجه و آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین. سپاسگزار شما، سپاسگزار همه بیننده های فراخبر. شب بخیر، خدا نگهدار.